شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس فرمان 164 ماده‌ای هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در مورد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را چراغ سبز در راستای مبارزه با فساد اداری دانسته و تأکید کردند که باید مجلس نقش نظارتیش را افزایش دهد. اما برخی دیگر میگویند تا هنگامی که اعضای مجلس از کارهای آلوده با فساد دست نکشند نمی توانند از عملکرد حکومت نظارت جدی داشته باشند. قوای اجرایه در رأس رئیس جمهور یک چراغ سبزی را برای ما شما یعنی برای ملت افغانستان نشان داده است. در این قسمت توجه شما را در قسمت فعال شدن بخش نظارتی کمیسیون های ولسیرگه می خواهیم سپ. آقا کمیشنکاری آقا مقررین پا وزارتونو که دا مکوی رازی و بنیادی کرد آینده نسل دفارو کهی. وزارت که ولی منگ پارچی اواریزی گرزو خلال تا پسات رازی چه منگ دا دقا وزارت آقا اصلی حقوق چه منگ دا راکل شوی دی باید نظارتی او که پساتی او رکی پسات او رکی او پا خپل هر سره که ولیش خپل عریز خپل زیت ورسی. در حالی که شماری از اعضای مجلس نمایندگان مقامات نیادهای امنیتی در قبال حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر و دیگر تهدیدهای سرحدی را به سکوت متهم کردند، برخی دیگر میگویند که پاسخگوی اصلی در این مورد رئیس جمهوری کشور به عنوان فرمانده کل قوا است. نه تنها د کنر موضوع ده، افغانستان سرحدات ده بدخشان سره شروع تر نیمروز پوری ټوله تر تهدید لاندې دي. هر ځای پاکستان مداخله کړې ده، هر ځای پاکستانیان مخ ته راغلي دي. که موږ دقیق د خپل د سرحداتو مطالعه وکړو، زموږ سرحدات پر کوم حالت باندې پاتې دي او چیرې دي، او دا پټه خبره نه ده. تش تلویزیونو کې ولیدل چې پاکستاني پوځیانو د غټو غټو توپو سوارې کول پر افغانستان باندې. ټولې دنیا ته ښکاره خبره ده، نه پوهېږم چې زموږ نظام، زموږ دولت، زموږ جرایه قوه، زموږ وزارت دفاع، وزارت داخله تر اوسه ولې چوپ پاتې دي؟ تا زمانی که رئیس جمهور تصمیم نگیره، امر نده که او وزیر صاحب دفاع شما باید فایر کنین، ای که امریکا چی میگه بلایم در پسش، ای که پاکستان چی میگه بلایم در پسش، ای که چهار تا جاسوس پاکستان اینجا چی میگه، یا از ایران چی میگه، یا از فرانسه، یا از امریکا، ای بلای ما در پسش. عالی رئیس دولت روزه داره و قرآن عقیده داره، دست خود روی قرآن شریف گذاشته، سوگند یاد کرده. در همین حال وجمع صافی نماینده مردم کنر در مجلس نمایندگان افزون بر حکومت، مجلس نمایندگان را نیز بر بی‌تفاوتی در قبال حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت کنر متهم کرد و افزود با توجه به این بی‌تفاوتی باید کنر به عنوان قلمرو خاک پاکستان اعلام شود. نه حکومت به کم خاصه توجه وکړه او نه زمنګ ولسی جرګه یو احتجاجی غونډه وکړه. په دې مورد باندې د کونړ په خلکو باندې د کونړ وکیل سیبان منګ تمام ورستونی موچو یو رسانه ل کونړ د وکیلانو نه پاتې نشلو. تمام ورز د کونړ په درد باندې چی غو ناری و هو مګمی چا زمنګ ملاتړ ونک. راځي چې لدی شورا نن کونړ د پاکستاني وسوبه اعلان کو او یو چی کونړ سرلنن د پاکستاني نظر به اهمیتی که موضوع کنر داشت و در اجندا شامل ساخت، مسئولین امنیتی را برای فردا روز چهارشنبه برای استجوابیه خواسته. این بیانگر ای است که در ارتباط کنر شورا بتفاوت نیست. گفتنیست بر مبنای گزارش ها تا یک ماه اخیر بیش از 5000 راکت از خاک پاکستان بر مربوطات ولایت کنر شلیک شده است که بر روابط نچندان خوب دو کشور تأثیر گذاشته است.